Na jó, és akkor mi látti? درود بچه ها، خوش آمدید به کانال مسی مسیانی. امروز با دوست عزیزم رضا جان از افغانستان. بچه ما میخواییم درباره 10 تا نوشیدنی سنتی آلمانی حرف بزنیم بدون الکل. امیدوارم خوشتون بیاد، برای شما جالب باشه. سلام به تمام دوستان عزیز و واسه منم جالب هستش، خیلی دوست دارم امتحان کنم. با کدوم دوست اول شروع بکنیم؟ ترجیح میدم اول با این سفیده شروع کنم. با این سفیده. نام این نوشیدنی شربت بهش میگن هولونده‌بلوته که میشه به فارسی یا عربی هستش اختی. خودش گلش سفیده ولی ازش هم این میوه هستش که بنفش رنگش. با اجازه بفرمایید دوستان، ببینید مزه گل میده. نه مزه گل میده و با یه بوی خاص. فکر کنم با آب قاطی کردیم. آره دیگه با آب قاطی کردیم، خیلی غلیظه دوستان. ولی خیلی من با من دوست داشتم خوشمند. اینجا یه نوشیدنی هستش بهش میگن آپفلشورله، یعنی آب سیب با آب گازدار رو قاطی میکنن. بسرمون. ولی ایده خوبیه نه؟ واقعا ایده خیلی عالی، یه چیز متفاوت. هر بچه آلمانی میشناسه با آفل شعله بزرگ میشه. چیز ساده ولی خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. منم خوشم میاد. واقعا عالی. این چی هستش؟ و آلمانیا یه چیز دارن به نام بانان بایتسن. آبجوی سفید استفاده میکنن و با آب موز قاطی میکنن. یعنی یک سوم آب موز، دو سوم آبجو. اکثر رستوران رو پیدا میکنید. من خودم عاشق اینم، خیلی خیلی دوست دارم. تو رستوران ها اینو ساختن اختراع کرده. ببین نظر چیه. سلامتی. یه مزه متفاوت تا الان تو نکردم تو ایجاب میوهی. موز رو میتونم مزه کنیم؟ موز رو میتونم مزه کنم، اما اون طعم آخر موز واقعا دلپذیر. اینو واقعا خوشم اومد. خیلی خوشم اومد. نوشیدنی ما یه دیوان خودت دیگه. ما عاشقانه گفتیم حالا. ببین دوستی همینه، رفاقت همینه. تا باش از این دوستی ها، شما جیب ما رو نزن. حالا فردا. و خیلی اینو قبول دارن، آلمان واقعا بهترین آبجو داره، ولی هیچ کشوری اینقدر آبجوی مختلف نداره. فکر کنم نزدیک 5000 تا آبجو دارن آلمان. شهرای فسخلیشون آبجوی خودشون دارن با نام خودشون. این اصلا من ندیدی بودم و اصلا باورم هم نمیشد. این آب کلمه، این آلمانیه که عاشق کلمه، ترشه کلم. ولی خیلی این خیلی مثل که خیلی خاصیت داره برای شکم و معده، خیلی خوبه برای معده. بله. ولی خب البته برای این هم بگم الان یه نوشیدنی سنتی آلمانی هست، ولی خب فکر کنم اکثر آلمانی بازم این الان نخوردن. پیرا زیادتر از اینا میخورن. یه آلمانی جوون این سن عادی هیچ وقت نمیره آب کلم بخوره. بچه حسلم رو سر رفته، بریم آب کلم بنوشیم. آب کلم بنوشیم. ما میگه چی بریم بنوشیم؟ چی پیشنهاد بکن؟ آب کلم. بچه آب کلم رفته داره میاد آب کلم. دعوت منی. اینو منم تا الان نخوردم. از سنی نزدیک 35 سنی تو این کشور زندگی من تا الان آب کلم نخوردم. جدی؟ من فکر کردم امتحان کردم. من فقط اگه پول میدادن که الان پولم نمیگیرم از این ویدیو. من یعنی همه چی اوکیه؟ بو دروغ میده. ببین چون دوست عزیز من هستی. نه اول یاره من، نه قربونه دارم. نه 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 فردا چی؟ این حرفا چیه؟ ببین چون عشق زندگی من هستی، دوست من. ولی بس رو عوض نکنیم، برگردیم به بفرمایید. مرسی. دروغ اومد بالا دیگه، خدا میدونه بوش که خیلی بده. من یه ذره دیگه باید. خیلی جالب بود واسه هم، یعنی واقعا جالب بود. اینقدر جالبه که اصلا نمیدونه چی بگه. من مزهش از بوش بهتره، درسته؟ من چیزی نمیگم، خدا رو شما ببینم اول چی میگه. با دست گلی که آب داده. ولی اصلا یه چیزی واقعا متفاوت دوستان، واقعا متفاوت. باشه نوشی جون، الکل 99% من اولین چیزی که تو ذهنم اومد چقدر نمک داره. بعدش انگار که دارین آب لیمو، آب ترشی، آب لیمو با نمک، یه همچی طعمی داره.
اینگه که دارین آب خیارشو رو برمیدارین مینوشین. بد نیست. بد نیست. بد نیست. ولی حالا خود همش هم نباید شیرین باشه. ولی من شک ندارم که این سالمه. شک ندارم این سالمه. تاریخشو من ببینم اول. نیاز داریم به چیز شیرین. الان مثلا یه آبجو هستش با طعم این دوتا میوه هستش که تو ایران ما نداریم. یکیش بهش میگن انگور فرنگی که رو سردستر میدونم اسمش واقعا انگور فرنگی هستش. آلمانی میگن یوهان اسپیر. این انگوره ولی ریزتره. بعدش هلوندا بچه ها، این همونه که شربتش رو خوردیم، ولی این گلش بود، این دوش میوه شد. این با این کف گین کرد من ترسیدم والا. اینو با افتخار امتحان میکنم چون این بوشم خیلی خوبه. برایتش واقعا چیز عجب غریبی هست. برای من واقعا عجب غریبه. کاملا متفاوته. میتونم بگم چرا عجب غریبه؟ مزه چیز عجیب به نظر من چون این توتش یه توتی نیستش که آدم همه جا میشناسه، مزه خاصی داره. حالا من نظر تو چی هست؟ چرا مزهش عجیبه؟ آره چون شما تای لیوان یه ذره واسم گذاشتید به همین دلیل من هیچی نفهمیدم. بفهم. بچه‌ها رنگش هم خیلی قشنگه. خیلی رنگ قشنگه. اگه دیده بشه. بچه ها این هم یه نوع آبجو هستش که به بچه ها دوست دارم بدن چون نه فقط الکل نداره ولی این ولی من فرمش کنم لغتش رو نگاه کنم آلمان میگن مالز ولی یه نوع گندم توشه ولی تو شکر زیاد هستش و بچه ها خوششون میاد من خودم با این بزرگ شدم چون بچه ها اینو میخورم مثلا فکر میکنم مثلا این بزرگ هستن آبجو میخوره اینا نه من تالا اینم نخورده بودم بچه ها تالا واقعا امتحان نکرده بودم خیلی خوشمزه است شیرینی زیاد نه زیاد حالا که اذیت کنه و تا برای بچه هم واقعا مناسبه حالت طعم طالبی مانند حس کردم یه همچی چیزی نمیدونم حالا خیلی جالبه تالا کسی اینو من نگفته بود این آدم میتونه بگه چیز سنتی آلمانی ببخشید راحت باش قربونه نه ما میوه خورده دیگه ولی چیزی که جالبه که دوستم گفته بود اگه سمنو نوشیدنی بود این مزه رو میداد ببین کجا سمنو این یه چیز خیلی ساده ای هستش یعنی خیلی خیلی قدیمی نیست ولی الان تو آلمان یه چیز سنتی شده بچه‌ها خیلی دوست دارن که آب گیلاس و گیلاس با و موز قاطی میکنن براش هم انقدر سنتی شده که بهش هم یه اس دادن این مثلا گیلاس میشه کیشه تو آلمانی موز که همون انگلیسی میشه بانانا همون کیشه اولین دو تا چیزشو برداشتن الفا رو برداشتن آلمانی میگن کائی بعدش از بانانه یا اون بنانا بی و ایشو برداشتن بعدش آلمانی به این نوشیدنی میگن کیبا آها چیز الان چیز خاصی دیگه نیست ولی خب برای اون زمان خاص بود و طعمش هم حالا من خوشم میاد حالا من بگم رزرو که میگه الان قشنگ عشق که نمیتکنم دیگه سرشیه بخواد بگیره عشق بفرمایید یه میکس فوق العاده بچه خوشمزه است بابا اینو من خیلی دوست دارم خوشمزه است خیلی عالی من اینو دوست دارم و دو تا میوه که به هم دیگه قشنگ میخورن اصلا واقعا گفته بودن که تو مثلا تو رستوران ها دیگه خودشون برای شما این نوشیدنی رو میکس میکنن ولی زیادتر آب موز میریزن چون آب موز از آب گیلاس از اون تره میدونستی؟ جالبه داره تاثیر میذاره یه شربت دیگه آلمانی دارن به نام waldmeister که اگه میخواید به فارسی ترجمه کنی میشه استاد جنگل که خیلی عجیبه خیلی بچه تو آلمان اینه من با این طعم بزرگ شدیم من خاطر داریم یعنی این طعمش تو بستنی هستش تو کیک تو جله یه سبزیجات هستش یه چیز گیاهی که اون زمان مثلا 400-500 سال پیش فکر میکردن که مثلا این خیلی خیلی خاصیات داره به خاطر بهش میگن استاد جنگل و چه رنگی خب از من رنگم اضافه کردن ولی خب اینو نگو دیگه یا میوه خونکی طعم خونکی داره ولی اینم خیلی جالبه واسه بچه‌ها اون بچه‌ها لغت فارسیش هم حالا من نمیدونم لغتش ریشه‌اش عربیه یا نه ولی تو ویکی‌پدیا زده بود سبرینه یه جور طعم این آیس پاپستیکل هستش میگن اونه که فقط یخ بهش بچه ها میخورن میک میزنن یخمک دقیقا بچه ها دقیقا طعم خود یخمک های خودمونه من داشتم هی فکر میکردم باشی میتونم مقایسهش کنم بچه ها این هم یه نوشیدنی خیلی ساده یه شاید حتما میشناسی
ما این نوشیدنی سه تا نام داریم که در آلمان معروفن، یکی شپیتسی، مزو میکس و شویپ شواب. هر سه تاشون ولی همون نوشیدنی هم که 45 سال پیش اینا اختراع کردن تو آلمان. کولا با فانتا قاطی کردن. کولا با فانتا، یعنی الان دیگه برای ما چیز خاصی نیست. اینم اکثر آدم ها خوششون میاد چون هر کسی کولا و فانتا دوست داره دیگه. حالا اینا میگن کولا با طعم پرتقال که ذره با کلاس‌تر باشه. من اجازه دارم. دیگه کم کم این دیگه امشب بعد دو صبح بریم دستشویی بریم. خوشمزه است بچه ها، گازش مثل کولا نیست. درست، کولا با مزه پرتقال. دقیقا. خب رسیدیم به آخرین نوشیدنی. اینو من واقعا یعنی لحظه شماری میکنم از اون موقع تا حالا. بهترین نوشیدنی بر آخر، یعنی این یه چیز عجیب غریبی. آماده اید؟ آماده. بچه ها میگن brottrunk. این نوشیدنی از خمیر نون ترش درست شده کاملا، یعنی دیگه خواستر از این نمیشه. اکثر خود آلمانی اصلا این نوشیدنی رو نخوردن، اصلا با این نوشیدنی اصلا آشنا نیستن و این دیگه بدجوری خاصیت داره. یعنی برای شکم و دلروده و کسی که این موضوع رو داره براش خیلی خوبه. خیلی خوبه. پیشنهاد کردن که هر آلمانی حداقل هر روز یه لیوان از این بخوره برای ایمن سیستمش. خب قبلش تا نوشیدین قبل خوب تکون بدید. اش که نمیتکنی همه چی قاطیشه. یه اتفاقای این داخل داره میفته بچه. ما رو نمیم یه توفان یه چی داره میچرخه. یه تکون دیگه بده. تو فکر کنم دیده نمیشه. نه واقعا فکر کنم. ببینیم دوستان بخشی الان فکر کنم زنه تاره. خیلی جالب. آه یه سوال آقا چون قبل اینکه بخوایم امتحانش کنیم حالا اونو بد نکن خدا بشیلی. من فکر کنم اون آب کلم بوش خیلی بده، ولی اینکه بسن بوش ببشه موزن. پس من اجازه تو ممنون از دعوتتون آقای مسیان. قبل اینکه امتحان کنم یه سوال من از آقای بچه‌ها دارم. جانم من اینو شما کی معرفی کرد و اینو شما از کجا کشف کردید؟ من باورت میشه من خودم رفتم پیگیری کردم ببینم نوشیدنی سنتی آلمان چیه، ولی این از خود آلمانم و داره سال به سال معروف تر میشه و تو داروخونه ها حتی میفروشن. من خبر خود آماده کنم بچه‌ها. شما نگیگاه نکنم. من نمیخوام یک کدوم انگشت رو برمیشونم، ولی انگشت خیلی بلندی کن. خیلی خب بله بو کردی؟ من ندیدم تو بو بکنی. من یواشکی بو کردم. یه بار دیگه برای بچه هایی بار بو کن. تو بس که بده نمیگرد. نه چون با دماغ رفتی تو. بچه ها بو خمیر ترش میده، یعنی خدا شاهده بو خمیر ترش میده، شک نکنید. این نباید با آقاطی بشه. نه میگم با آقاطی کنید. کاش که میشد، ولی حالا چقدر هم پر میکنید. اگه ما بخواییم این نه شما امتحان میکنید. نه ببینید اصلا تو فرهنگ من گهترام یا مهمون میاد اینجا اول خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. نه مثل که بعدش نیمد دوستان، مثل که بعدش نیمد واقعا، ولی همون که فکر کردم. من چیزی که من سوی یکم آلت تم رو باش کامیده. مزدش از بوش بهتره. ترشه؟ ترش؟ ترش بعدش یه داره اینکه گاز داره. دقیقا. آه ریواز. ریواز میگم بابا تم ریواز. ولی چون رضا جان خیلی خوشش اومد برای شیشتر میذارم اینجا، قول داد امشب همش رو بخورم بنوشه. خواهش میکنم. چون دوست از مسیح هم اگه نه مسیح رضا جان اینا به زحمت کشیدی. خواهش میکنم انجام. انشالله بازم ویدیو با رضا جان برداری میکنیم. حتما زیادتر میبینینش، معروف میشه. الان میدونین که بعد این ویدیو از تو خیابونه دیگه میتونه راحت راه بره. خب دیگه
بریم به نتیجه هم ببینیم از چه نوشیدنی از همه زیادتر خوشت اومد، از چه نوشیدنی اصلا خوشت نیومد. خب این که ازم دارم خوشت اومد اینا هاش من خیلی دوست داشتم داشته که اومد دستم گرفتم یاسیس بگید. من بیشتر از همه من اینا دوست داشتم، این واقعا یه طعم خیلی خاصی واسه من بود و بعدش اینا اینم خیلی خوب بود. حقیقی بزنیم جلوی جلو ببینیم گزینه سومم این واقعا بی نظیر از آب کلم بدون. ببین خب حالا جدا از خواصش جدا از خاصیتش اصلا دیگه نمیخوام اینو ببینم. یعنی خدا شاهده نمیخوام دیگه اصلا مزهش کنم. من میتونم از الان شروع کنم چیزی که بدم اومد، نه که بدم اومد فقط مزهش از بوش بهتر بود. البته منم راستش بگم برای منم همین سه تاست، یعنی والدمایستر اونم خیلی عالی بود، همین هولونده، بعدش آب جو با آب موز. و امیدوارم این ویدیو خوشت اومده باشه که یه چیزی هم یاد گرفته باشی. دست گل در نکن آرشان بابت دعوتت، در خدمت شما هستیم. ممنون از همه دوستان عزیز. قربونت بچه، شب خوبی داشته باشین یا روز خوبی داشته باشین، هر جای دنیا که میخواین باشین و تا دفعه بعد. بدرود. بدرود. خدا حافظ. خوب آرزو من انرژی گرفتم. اینو نه 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 اینو ن